درود و عرض ادب خدمت بزرگواران، امیدوارم که شب و روز خوبی رو سپری کرده باشید. در مورد اپلیکیشن بیمبو میخواستم به چند نکته اشاره کنم که خیلی از دوستان پرسیدن، ولی تا اینجایی که من شاهد بودم ادمین ها تمام رو پاسخ دادن، ولی میخواستم به یک مفهوم کلی و اصلا چرایی آمدن بیمبو و نحوه عملکردش اشاره کنم که باعث بشه خیلی از سوالات دوستان برطرف بشه. اولا ما در یک دوره زندگی میکنیم که بعد با واقعیت هایی روبرو میشیم که باید مسیرمون رو بر اساس این واقعیت ها تغییر بدیم، و اگر هدف خیرخواهانه ای داریم باید از ابزارهای موجود در راستای این هدف استفاده کنیم. کاری که ما شروع کردیم، تقریبا 2 سال برنامه ریزی کردیم و در موردش فکر کردیم، زیر ساختاش آماده کردیم و هزینه سنگین رو بابت امنیتش دادیم. و خیلی ها سوال میکنن که شما خودتون وقتی در مورد نظم نوین صحبت میکنید این الگوریتم ها رو رد میکنید. این رو باید به خاطر داشته باشیم، برای شنیده شدن صدا نیاز به یک رسانه دارید، نیاز به یک ابزار دارید. همین الان شما نگاه بکنید، به راحتی صفحات اینستاگرام، توییتر و یوتیوب بنده طی 5 سالی که فعالیت داشتم محدود شده و خیلی از ویدیوها به خاطر الگوریتم های یوتیوب و اینستاگرام دیده نمیشه. شما نگاه بکنید، ویوها از 20,000 25,000 ویو رسیده به 2,000 3,000. برای همین الگوریتم فضای مجازی این اجازه رو نمیده که تمام حرف ها و حقایق زده بشه. برای این مجموع ما رسیدیم به این هدف که دارای یک رسانه باشیم، و برای رسیدن به این رسانه الگوریتم های مختلف و روش های مختلفی رو مد نظر داشتیم و نهایتا رسیدیم به این اپلیکیشن که علاوه بر این که می توانیم به واسطه یک درآمدی که به مخاطب می دهیم می توانیم این مجموعه رو گسترده کنیم. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد در جامعه زندگی می کنیم که خیلی از مردم هموطنان ما مشکلات مادی دارن و ما با یک فرمولاسیون بسیار قوی که تا به الان در حداقل در خاورمیانه و حتی در اروپا هم پیاده سازی نشده، اومدیم این فرمول رو پیاده کردیم و تلاش داریم میکنیم منبع درآمد دلاری و یورویی که در خارج از ایران دریافت میکنیم و بین هموطنان پخش کنیم و در 2 بُعد فعالیت داشته باشیم. کسانی که نیاز به درآمد دارن و میتونن کمک هزینه از طریق این اپلیکیشن برای خودشون به دست بیارن، و کسانی که دوست دارن در فضای مجازی محتواشون دیده بشه. البته ما یک سری مقرراتی داریم و تمام ویدیوهایی رو که قرار روش تبلیغ داشته باشیم، ویدیوهای آموزشی و سرگرمی و مسائل اجتماعی هستش و از محتوای زرد دوری میکنیم، و دوستانی هم که دوستان درآمدزایی داشته باشن طبق یک الگوریتمی میتوانن در این پلتفرمی که از اواسط مهر ماه، تاکید میکنم از اواسط مهر ماه، بر صورت در اپل استور، گوگل پلی و بازار و همینچنین در از لینک مستقیم در وبسایت bimbo.ir میتونید رو دانلود کنید و ازش استفاده کنید. هدف ما این هستش که برای افرادی که قشر ضعیف جامعه هستن و نیازشون به مسائل مالی بیشتر هست، روی اونها فعالیت داشته باشیم، از اونها استفاده کنیم، و برای همین هستش که ما سیستم ریفرال یا به حال بالا رفتن طرف، رتبه طرف در اپلیکیشن رو زیاد روش فعال نیستیم، چون دوست داریم کسی که نیاز مالی داشته باشه و به خاطر اون نیاز مالیش میتونه فعالیت بکنه در این مجموعه ما باشه. ما مجموعه رقابتی نداریم، شرکت هرمی نیستیم، ما یک مجموعه هستیم که بر اساس تولید کنندگان پرداختی هام رو به بینندگان انجام میدیم و حدود 80-85% از این دریافتی های ما به مخاطبین پرداخت خواهد شد و الباقی صرف دیولپ کردن و هزینه های افرادی هستش که در این مجموعه فعالیت دارن و بر صورت هزینه هایی که مانند سرور، دامین و بر صورت هزینات جاری این اپلیکیشن است. خیلی از دوستان نگران بودن که حالا اگر این اپلیکیشن گسترش پیدا کنه شاید به مشکل مواجه بشه. ما بر اساس قوانین ایران داریم فعالیت میکنیم و تمام این سختگیری هامون و این تأخیر در بالا آوردن اپلیکیشن به خاطر این هستش که بتونیم خودمون رو با قوانین ایران تطبیق بدیم،
چه قوانین مالیاتی، چه قوانین امنیتی، و این رو فارغ از هر گونه مسائل سیاسی در نظر میگیریم و میدونیم در آینده خیلی از افراد از شغل‌هاشون کنار گذاشته میشن، مخصوصا تا 6-7 سال آینده که خیلی از افراد دولتی مجبور هستن یا استعفا بدن یا به شهرهای دور افتاده برن، و این میتونه یک پلتفرمی باشه که در شرایط مختلف، در شرایطی که طرف بحران مالی داره، بحران‌هایی مثل اپیدمی کرونا و قرنطینه، یک منبع درآمد حداقلی باشه که بتونه باهاش هزینه‌های جاری زندگیش رو تا حدی پوشش بده. برای همین موضوع ما با 30-35 میلیون جامعه طرف هستیم. امیدوارم کسانی باشن که اصلا نیاز نداشته باشن به این درآمدها، ولی خب برای خیلی افراد جامعه ما، من در کف جامعه هستم، اینو میبینم، ما 4 میلیون 5 میلیون تا 10 میلیون تومان هزینه هستش که میتونه کمک کنه و یک باری رو از دوششون برداره. لذا این فضا تقریبا مساعد هست برای کسانی که حالا نیازم نیست که سواد و دانش زیادی نسبت به مسائل اینترنتی داشته باشین. ما وضع رو بسیار ساده طراحی کردیم و این فضا تقریبا هیچ رقابتی نیستش و کسانی که واقعا فعالیت داشته باشن و فعالیتشون مثبت داشته باشن و از قوانینی که ما به حال تهیه کردیم و در سایت گذاشتیم سرپیچی نکنن و به عنوان یک دوست در کنار ما باشن، ارتقای درجه پیدا میکنن و روی درآمدشون تأثیر خواهد داشتش. این یک کلیتی بود در مورد اپلیکیشن بیمبو که خیلی دوستان سوال کرده بودن. ما تلاش میکنیم که در فضای تلگرام، اینستاگرام و توییتر در مورد این مسائل پاسخ بدیم و هیچ گونه نگرانی نیست. دوستانی که الان وچر دارن تهیه میکنن کسانی هستن که تواناییشو دارن، میتونن وچرها رو بیشتر از اون قیمتی که میخرن بفروشن، ولی برای کسانی که حالا تواناییشو ندارن هیچ اجباری نیست. کسانی که توانایی مالی ندارن هیچ مشکلی نیست، وقتی سایت اومد بالا به صورت مستقیم خودتون ثبت نام کنید و این وچر به اون گونه ای نیست که شما فکر کنین حق کسی ضایع میشه. ما تا الان حدود 30 تا 35 هزار تا وچر فروختیم و ظرفیت ما 150 هزار نفر هست در مرحله اول. برای همین نگرانی نیست و ما کسانی رو که به هر صورت نیاز بیشتری به این کار دارن رو در اولویت قرار میدیم. این یک کلیتی بود در مورد این اپلیکیشن بیمبو. امیدوارم که تونسته باشم مقداری از سوالات شما رو پاسخ بدم. شب و روز خوبی داشته باشید. با بیمبو بشین، ببین و ببر.